ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وشفيعنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات ففضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا وقال تعالى في شأن حبيبه إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا دین خود را به هوا بر سر دنیا مفروش بیخ بر گنج طلا را به مطلا مفروش دامن آلود مکن تا به عزیزی نرسی اسمت یوسف خود را به زلیخا مفروش به یکی وسوسه از راه مرا آدم باش قصر فردوس خدا داده به دنیا مفروش نفس عمر شتابنده به فرمان تو نیست فرصت طاعت امروز به فردا مفروش بلغ العلا به کمالی کشف الدجا به جمالی حسنت جمیع خصالی صلوا علیه و آله اللهم صل على سيدنا محمد. خدای قادر سبحان رو از صمیم قلب با نهایت تعظیم متشکر و سپاسگزارم از اینکه این توفیق ایزدی رو نصیب این بنده حقیر فرمود تا پس از طی مسافت تقریبا طولانی به خدمت شما سروران عزیز، جوانان بزرگوار، علمای اعلام و خواهران محترمه شرف و حضور پیدا کنم. امیدوارم که خدای سبحان این گرد همایی و این نشست و این جلسه مبارک رو به بارگاه خودش قبول بفرماید و این جلسه رو جرقه‌ای برای روشن نمودن چراغ ایمان در قلوب تک تک جوانان و همه انسانیت قرار بده انشاءالله. از صمیم قلب تبریک و تهنیت عرض می کنم. این جشن پاک دامنی عفت، جشن عروسی و این مجلس فرخنده و مبارک رو خدمت شاهداماد عزیز ما جناب آقای ابراهیم ابراهیمی و همچنین خدمت خانواده عروس خانم، خانواده آقای ایزدی و همه اقوام و خیشان و همه سرورانی که تشریف آوردن، جا دارد تشکر و قدردانی بکنم از امام جمعه محترم این مسجد و این محله
جناب شیخ دریایی حفظه الله که در واقع ایشون یکی از مؤسسان و بنیانگذاران و دستندرکاران واقعی این چنین جلساتی بوده و هستند، از الله عزوجلال برای این عالم ربانی و به سایر علما جناب آقای صالحی تشریف آوردن و بقیه دوستانی که شاید اسمشون رو من بلد نباشم، از همشون از صمیم قلب قدردانی و تشکر میکنم و از خدای متعال برای همه علمای ربانی و برای شما جوانان محترم طول عمر با عزت رو مسئلت مینمایم. در واقع این توفیق خداوندی بود که به بهانه شرکت نمودن در محفل عروسی اسلامی خداوند عزوجل این توفیق و نصیب من فرمود تا بتونم از نزدیک جوانان محترم و مؤمن استان هرمزگان و این منطقه گاوبندی رو، دشتی رو، از نزدیک ملاقات بکنم. البته معذرت میخوام که حنجره بنده مقداری مشکل داره، چون که چند روز و شب هست که ما در استان کرمان هم سه پیوند مبارک رو برگزار کردیم با هم دیگر و اونجا هم سخنان ایراد شد و جوانان واقعا استقبال کردن. اما وقتی خوشحال نشید که شاید حنجرش مشکل داره، حالا سری زود بس میکنه میاد پایین. نه، به هر حال مسافت 2000 کیلومتر طی نمودن حداقل 2000 ثانیه وقت گرفتن میارزه و من بسیار بلغره متاسفم از این که وقت شما سروران رو میگیرم، ولی امیدواریم که انشالله برای همتون خوش بگذره، چون که لحظات بسیار روحانی و ملکوتی است. شاید در ذهن بسیاری از جوونا این سوال ایجاد بشه که چطور میشه توی مسجد کسی بیاد عروسی رو برگزار بکنه؟ آیا مگر ممکنه عروسی جای مسجد جای نماز خوندنه، جای تعزیه گرفتنه، جای عبادته؟ عروسی که جاش مسجد نیست، عروسی که جاش سخنرانی نیست، عروسی رو که ملاها رو دعوت نمی کنن، شیوخ رو دعوت نمی کنن، معمولا ساز و ارکستر و جاز و چند تا رقاصه و اینطور مسائل میاد، ارکستر میاد. اما امشب شاید با یه چیز جدیدی بر بخوریم که گفتن مراسم عروسی داخل مسجد با سخنرانی. دیگه سخنرانی چه صیغه ای هست؟ تو جوانای ما این فرهنگ جاسازی شده. ولی که من میخوام اینو بگم که ما نه برای برگزاری مراسم عزاداری آمدیم، نه آمدیم اینجا نوحه و روزه بخونیم و نه آمدیم روی زخم قلب کسی نمک بباشیم، بلکه آمدیم این پیام رو برای جوانا بدیم که جوانی که نقطه صفر زندگیش رو، نخست زندگی رو با کلام خدا، با سرودهای اسلامی، با سخنرانی و در بهترین اماکن نزد خدای متعال برگزار میکنه، مطمئن باشید این عروسی و این جشن و این پیوند مبارک تفاوت بسیار فوق‌العاده با سایر مراسم داره. اولین تفاوتش همینه که اینجا مسجد، حرمت مسجد بهترین اماکن نزد خدا و با بهترین اعمال نزد رب العالمین و با بهترین جلسه از دیدگاه خدا و با قدوم بهترین و افضلترین و نخبه‌ترین بندگان رب العالمین داره برگزار میشه. این همه خوبه ها، این همه فضایل، این همه خصلت های نیک رو چون این مراسمی در خودش جمع میکنه. آیا این رو میشه گفت مجلس عزا؟ آیا این رو میشه گفت مجلسی که شادی نیست؟ شادی انسان مسلمان لحظه ایست که اونجا گناه و معصیت صورت نگیره. جوانان محترم، بزرگواران، عزیزان، برادران و خواهران گرامی، این بسیار اشتباه است، این بسیار گستاخی و بی‌انصافی است که اگر چنین مجالسی رو کسی مجلس عزا بخونه و مجلسی که در اون ساز و سرنا باشه و نهایتا جنگ و چاقو کشی و لعنت و فحش و دشنام و سایر مسائل، اون را عروسی شادی بخونن. شادی انسان و مسلمان الان همه روحا، همه آسایش روحی و روانی همه ما برخورداریم و
خدای عزوجل رو بر این نعمت و عظماش سپاس میگم. لذا دقایقی که در خدمت شما سروران هستم با این مقدمه تقریبا کوتاه، جایگاه انسان رو از دیدگاه فرق مختلف و به ویژه اسلام مورد بررسی قرار میدیم که این انسان چه موجودی است و در نگاه صراف عالم خدای متعال چه جایگاهی رو داره و دانشمندان غربی و شرقی در مورد انسان چی میگن. از دیدگاه ماتریالیست ها